پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه ما و شما الگوه زیبایی هستند. در تمام امورات نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در ابعاد مختلف، در عرصه عبادت یا در بعد سیاست یا در بعد اقتصاد و تجارت، در تمام ابعاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم برای ما اسوه هستند، الگو هستند. حالا ما یک نگاهی به احادیث گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم داشته باشیم که رسول الله در ماه شعبان چه کار می کردن، چگونه زندگی داشتن. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان به ما چی دستورات ارشاد فرمودن. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت که انها قالت، ام المؤمنین عایشه می فرمایه لم یکن النبی صلی الله علیه و سلم یصوم شهرا اکثر من شعبان. می فرمایه نبی مکرم اسلام روزه نمی گرفتن در هیچ ماهی بیشتر از ماه شعبان، یعنی بیشترین ماهی که رسول معظم اسلام روزه نافله داشتن ماه شعبان بود. حتی در ادامه این حدیث می فرماین فإنه كان يصوم شعبان كله. بعضی وقت ها می شد که نبی مکرم اسلام کل ماه شعبان را روزه می گرفتن، کل روزهای شعبان را نبی مکرم اسلام روزه داشتن. در حدیثی از اسامه بن زید رضی الله عنهما روایت که قال قلت یا رسول الله، گفتم ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. صحابه یک عادت داشتن وقتی می دیدن رسول معظم اسلام با یک عمل بیشتر پایبند بودن، وقتی می دیدن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با یک عمل مداومت می ورزیدن یا اینکه یک عمل ترک می کردن، صحابه سوال می کردن که یا رسول الله شما چرا این عمل را بیشتر انجام می دهید؟ سوال صحابه بود، اشتیاق صحابه به علم بود، ذوق صحابه، همون اخلاص صحابه و محبت اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. وقتی اسامه بن زید این سوال را از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داره، نبی مکرم اسلام می فرماین ذلك شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. به جواب این سوال میگن ماه شعبان ماهیه که مردم در این ماه غافلن، به غفلتن، یعنی عظمت این ماه را، بزرگی این ماه را نمیدانن. چون ماهی که بین رجب و بین رمضان قرار گرفته ماه شعبان هست. رجب از ماهای حرام، وقتی در قرآن میگه منها اربعه حرم، چهار ماه از ماهای حرام هست، از ماهایی که حرمت خاص داره، یکی از اونها رجب هست. چون مردم فکر میکنن که رجب از جمله ماهای حرام هست، خب به رجب بیشتر توجه میکنن، پرسان میکنن چند رجب هست، ماه رجب آمده بین مردم. چون ماه رجب از ماهای حرامه و دارای فضائله، فکر میکنن که فضائل رجب از شعبان بیشتر هست. نبی مکرم اسلام می فرماین ذالک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. شعبان ماهیه که بین رجب و رمضان قرار گرفته. مردم فکر می کنن رجب بزرگتره و بعد از شعبان هم رمضان هست، تمام هم و غم مردم رجب و رمضان میشه، اینجا از شعبان غافل می مانن. اینجا فضائل شعبان را فراموش کردند.
و بعد می فرماین و هو شهر ترفع فیه الاعمال الى رب العالمین. ماه شعبان ماهیه که نبی مکرم اسلام می فرماین اعمال عرضه میشه به پیشگاه پروردگار عالم. و بعد می فرماین فاحب ان یرفع عملی و انا صائم. می فرماین من دوست دارم در این ماه روزه داشته باشم و او عمل من به پیشگاه الله سبحانه و تعالی عرضه بشه. از این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی متوجه میشیم و میدانیم عظمت و بزرگی شعبان را، پس نشان میده که ما باید استقبال درست از ماه مبارک رمضان داشته باشیم.